اتفاق مهم این بود که من مدرسه بودم، بعد یک آقای اومد برای رادیو مجری میخواست، کلاس چهارم دبستان، سوم دبستان، چهارم دبستان بودم، و گفت که به معلمه گفت که کی فکر میکنی کی بتونه یه همچین کاری بکنه. دو سه نفر معرفی کرد که من یکی از اونا بودم و از هر کلاس دو سه نفر معرفی کردن. بعد یه کاغذی ما دارفتن بخونین، بین همه آدم ها من انتخاب کردن، بعد رفتم شدیم مجری رادیو. خیلی اتفاقی، برنامه قنچه های انقلاب اسلامی، دهه شصت، تو پتوفنگ و جنگ و بدبختی و اینا، ما هم یه برنامه صبحگاهی ساعت 6 صبح مجریش شدم دیگه. این مهمترین اتفاقی بود که اصلا مسیر زندگیم از اون بعد عوض شد و ناخودآگاه رفتم به یک مسیری که زیاد بعد از اون دیگه دست خودم نبود، برای اینکه برنامه خب خیلی مردم میشنیدن و خیلی تشویق شدم برای اجرای اون برنامه، و دیگه ناخودآگاه از اون بعد دیگه کارم شد همین رادیو، تلویزیون، بعدم تئاتر. خیلی به تئاتر خیلی علاقمند شدم و دیگه تو تئاتر سالها گیر کردم تا اینکه بعدن دیگه دوباره اتفاقی برگشتم تو کار تلویزیون و از این حرف. اصلا کار یه هنرمند که اینه که حساس باشه نسبت به پیرامونش و اون حساسیت رو نشون بده. وقتی تو این کار رو انجام میدی، اون حساسیتی که نشون میدی قطعا یه نقدی توشه، یه جایی از جامعه اطرافت تو دستتو میذاری روش و درشتش میکنی و به بقیه میخوای نشون بدی. و بس نقد سازنده، نقد که کلاغ هم باشه، در ضمن خنده‌دار باشه، جالب باشه، آدمو به فکر فرو ببره، و این باعث میشه که من فکر میکنم جامعه پویاتر باشه. هر کسی بتونه بدونه که تخریب بکنه پیرامون خودشو، حساسیت به خرج بده در مورد پیرامون خودش و حساس باشه، من فکر میکنم سازنده است و این جامعه پویا میکنه قطعا. من اینجوری فکر میکنم، اعتراضی ندارم، هم دارم هم ندارم، یعنی اصلا اعتراض نیست. یعنی مثلا موزیک راک هم تو اگه میخوای نگاه بکنی، جیغی که توشه یه اعتراضیه دیگه، مثلا. یا کلا همه کارهای آدمایی که من دوستشون داشتم و هنرمندان، نویسنده ها، شاعرها، تئاتری ها، سینماگرا، موزیسین هایی که من دوستشون داشتم، همه آدمایی بودن که دستشون گذاشتن رو یک قسمت از درد اجتماع پیرامون خودشون و اونو تونستن خیلی خلاقانه و هنرمندانه نشون بدن به نسل‌های بعدشون، و من همیشه دوست داشتم یکی از اونا بشم، شاید به خاطر اینه. دقیقا تأثیر روی مخاطب که واقعا من بهش فکر نمی کنم زیاد، اینکه حتما یه کاری بکنم که یه اتفاق خیلی مهمی در مخاطبی که کاری که من میکنم، یعنی نه اینکه بهش نخوام این اتفاق بیفته، ولی بهش فکر نمی کنم. من صرفا کاری که انجام میدم اینه که اون کاری که فکر میکنم درست تر انجام میدم، اون کاری که بلدم، اون چیزی که حسیه خیلی بیشتر، اون کارا رو انجام میدم. و بعضی موقعا شما یه نظری داری، یه عقیده داری، یه احساسی داری، بیان میکنی و با بقیه در میون میذاری، راجع به مسئله تأثیر میذاری رو ملت، رو مخاطبت، بعضی موقع هم نمیذاری. من بهش فکر نمیکنم به تأثیر گذاشتم، ولی این که نخوام تأثیر بذارم و نمیتونم رد بکنم. دوست دارم که تأثیر بذارم، دوست دارم که آدما فکر کنن به اینکه چه اتفاقی داره دور برخوشون میفته، این دوست دارم اتفاق بیفته، و
ولی اینکه تعمدن بخوام هر هفته بشینم بگم که حالا من این مخاطب خودم رو چجوری روش تاثیر بذارم، این اصلا من اینجوری فکر نمی‌کنم. کار خودم دارم میکنم. و اما چه تأثیری مخاطب رو من گذاشته، خب خیلی باعث شده که من خیلی بازتر فکر کنم نسبت به مسائل و تلاش کنم که آدم‌های متفاوتی رو از طبقات متفاوت اجتماعی بتونم که باهاشون ارتباط برقرار کنم. قبلنا که ما کار طاعت میکردیم خیلی، الان کمتر، اونجا کار خودشو میکنه آدم و زیاد توجه نمیکنه که همه طبقات اجتماعی رو بخواد تحت تأثیر قرار بده یا باهاشون ارتباط برقرار بکنه. ولی مخاطب کار تلویزیونی و کار رادیویی باعث شد که من تلاش بکنم که این رنجر رو تلاش کنم که باشون ارتباط برقرار کنم. همونطور که دکتر حسن یوسفی جراح قلب در جردن روی من تأثیر گذاشته و تلاش کردم که باش ارتباط برقرار کنم، همونجور محمد رضا احمدزاده در روستاهای چه میدونم رودسر هم تلاش کردم که باش ارتباط برقرار کنم. آها، چیز مهمی که یاد گرفتم اینه بود که چجوری مسائل پیچیده رو بتونم ساده بکنم و به مخاطبم بدم. این ساده کردن، این که تو یه مقاله 8 صفحه‌ای در ارتباط با نقش آقای مثلا رفسنجانی در روند فساد چه میدونم اقتصادی در کشور رو تو بتونی تو یک پاراگراف ساده با مردم باشون حرف بزنی و بهشون بگی و حالی کنی به ملت که این حرفی که میخوای بزنی چیه. حقیقتش تأثیری که مخاطب رو من گذاشته اینه که بهم یاد داده چجوری بتونم با همه حرف بزنم و ارتباط برقرار کنم. کار ارتباطاتیم ما بیشتر، یعنی هستیم، همینه همش بحث اینه که چجوری باید ارتباط برقرار کنم به ملت. و ارتباط برقرار کردن با همه تأثیری بود که و چیزی بود که مثلا یاد گرفتم از مخاطب. زندگی شخصی خب بالا پایین داره دیگه، آدم انسانه دیگه. و ولی یه چیز جالبی که وجود داره اینه که برای کسی که کار کمدی و کار طنز میکنه همیشه مردم فکر میکنن که یه شناخت خیلی زیادتری از اون آدم دارن و میتونن راحت با شوخی کنن. من خیلی آدم ها رو باشون برخورد میکنم که همون نگاه اول، همون برخورد اول طرف شروع میکنه شوخی های خیلی پسرخاله شده دیگه، سریع شوخی انگار نه انگار که ما هم آدمیم برای خودمون. ولی خب بالاخره هر کاری یه چیزایی داره برای خودش، یعنی و این چیزی که با این کاره میاد و هر چقدر شما شوخ تر باشی، هر چقدر بتونی که نزدیکتر بشی به طنزی که مردم دوست دارن، مردم فکر میکنن که آشنایی بیشتری باید دارن، احساس خیلی نزدیکی بیشتری باید میکنن. مثلا در مورد آدم هایی که این کار رو نمیکنن کمتر میبینی که همون برخورد اول، مثلا یه بازیگری که کار تراژدی میکنه، نقشای جدی بازی میکنه، اصلا اول کسی با شوخی نمیکنه. ولی من 90% آدم ها همین که من رو میبینم میگن چطوری داداش. یه دفعه لول مکالمه خیلی خصوصی و خیلی جالب میشه. من احساس میکنم همه آدمایی که میبینم که برنامه من دیدن همشون به سرخاله دختر خاله من هست. آینده که اصلا نمید کسی اصلا در مورد آینده نمیتونه حرف بزنه. آینده اصلا چیزی نیست که به شادم در موردش چی بگه. ولی در مورد اگه در مورد کاری که من دارم میکنم میپرسی، تا زمانی که سوژه باشه آدم بتونه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه، خب کاری که داره انجام میده باید انجام بده دیگه. منم تا زمانی که فکر میکنم کاری که دارم میکنم مخاطب داره، این کار رو انجام میدم، فارغ از اون بحث شخصی و خصوصیش که من خودم خیلی دوست دارم کارم و عاشق کارم هستم. ولی خب تا زمانی که مخاطب بخواد میشه من، وقتی مخاطب نواد دیگه نمیشه. سلام علیکم، خوبه؟ باعث خواهیم.
اینترنت خب مهمترین چیزیه که انسان مدرن داره به نظر من، یه چیزیه که ما تونستیم از طریق اون با همدیگه تبادل نظر بکنیم، یا مثلا من تونستم از طریق اینترنت صدای خودم رو به گوش بقیه برسونم. ولی متاسفانه اون اتفاقی که در ایران داره میفته و اسمش اینترنته، واقعا اینترنت نیست. یعنی مردم ایران هیچ وقت نتونستن اینترنت واقعی رو با سرعتی که اینترنت این روزها در بقیه جای دنیا داره تجربه بکنن. و چیزی دولتی مثل دولت جمهوری اسلامی رو میترسونه همینه، اینکه اطلاعات آزاد رو مردم رد و بدل بکنن با هم دیگه. برای اینکه وقتی مردم بیشتر میدونند و بیشتر میدونن که در جاهای دیگه دنیا چه اتفاقی داره میفته، قطعاً دنبال حقوق خودشون میرن و میخوان که اون حقوق اولیه که در جای دیگه دنیا هست رو داشته باشن. چیزی که بزرگترین چیزی که یه دولت مستبد ازش میترسه اطلاع رسانی آزاده به نظر من، و به همین دلیل هیچ وقت در تا زمانی که در ایران یک حکومت مستبدی روی کار باشه اطلاع رسانی آزاد ما نخواهیم داشت. اینترنت رو مردم ایران تجربه به نظر من نخواهند کرد به اون ترتیبی که وجود داره در جای دیگه دنیا. و اینکه یک چیز مسئله مهمی که یه ابزاری مثل اینترنت میده بحث آموزشه، یعنی ملت یاد میگیرن و تعلیم و تربیتش بیشتر میشه. من پدرم اولین بار که سیگار کشیدم به من گفت که تو سیگار کشیدی؟ و من گفتم نه. بعد گفت که ببین اشکال نداره سیگار بکشی، فقط فرق یه آدم معتاد که درس نخونده و یه آدم معتاد که درس خونده اینه که آدم معتادی که درس خونده یه روزی صبح از خواب بیدار میشه، میره تو آینه به خودش نگاه میکنه و به خودش میگه که بدبخت و معتاد شدی، اینو میفهمه. ولی آدمی که آموزش ندیده درس نخونده اینو نمیفهمه، تو آینه به خودش نگاه میکنه و تلاش میکنه که باز بره اون روز خماری خودش جبران کنه. این حرفی که اون میزد اهمیت آموزش و تعلیم و تربیت رو به نظر من به زبان خیلی عامیانه و ساده توضیح میده. حرفایی که من میزنم البته حرفای عجیب غریبی نیست، همه میدونن، چیز به خصوصی نیست، ولی چیز عجیبی هم نیست که آدم همونجوری که تکنولوژی زندگی ما رو عوض کرده، معنای تعلیم و تربیت هم از اون حالت سنتی خودش که تخت سیاه بود و معلم بود و میرفتیم سر کلاس و حضور غیاب میکردیم عوض شده، به این ترتیب که الان شما مثلا میتونین از اینترنت استفاده کنین، آنلاین کلاس ثبت نام کنین و به شیوه مدرن چیزی رو که دوست داری یاد بگیری یاد بگیری. از نظر من مهمترین چیز اینه که آدم ها آزادی اینو داشته باشن که انتخاب کنن که یاد بگیرن. این حق انتخاب رو اگه آدم نداشته باشن واقعا انسان های در بندی هستن. همون جوری که یه روزنامه رو که شما میخونی تموم میشه میدی به یکی دیگه میخونه، همون جوری هم باید به نظر من اطلاعات اون چیزی که میدونی و فهم میکنه برای مردم مفیده اونو بدی به بقیه دیگه. همین.